سلام عزیزان، سلام عزیزان. اینطوری شروع کنم، واقعا دوستتون دارم از صمیم قلب. یه روز پنجشنبه نوروز از همه از سر کاراشون تعطیل گرفتن، زحمت کشیدن، از کنار خانواده هاشون اومدن. خیلی ها 15 ساعت رفت و برگشت تو اتوبوس نشستن، 18 ساعت 19 ساعت. بله، دستتون واقعا درد نکنه، واقعا دستتون درد نکنه، بهتون افتخار میکنم. هیچ وقت اینو یادتون نره، هیچ وقت اینو یادتون نره که تک تک شما که الان اینجا هستید، تک تک شما مهمید، ارزش دارید. واسه اون 20,000 نفری که الان تو زندانای ایران دارن شکنجه دارن میشن، با میله، با ابزار دیگه دارن کتک میخورن، واسه کسایی که دارن تو زندانا دارن بهشون تجاوز داره میشه، بلندتر بهتر، اوکی. یادتون نره که الان 20,000 نفر از هموطنای ما تو زندانای ایران دارن شکنجه دارن میشن، دارن بهشون تجاوز داره میشه. چندین هزار نفر از هموطنای ما از گوشت و پوست و خون جونشون رو واسه این انقلاب، واسه آزادی از دست دادن. من دیشب با یه نفر داشتم صحبت میکردم، یکم ناراحت بودم سر یه چیزی. ایشون با من شروع کرد صحبت کردن، گفت من 20 سالم بود شب تابستون رفتم بیرون سطل آشغال بریزم بیرون کنار خیابون. اون روز اون شب اومدن ایشونو کردن توی گونی، 13 سال 8 ماه و 10 روز تو زندانا نصف بدنشو انقدر زدن نصف بدنشو کار نمیکنه دیگه. ببینید که این دشمن ما چه کسانی هستن، چه بیشرمن، چه بیرحمن. آقای پدر خانم غزال شهرمهد تو دبی روز روشن تو فرودگاه اومدن کیدنپش کردن، اشخاصی تو خاک اروپا کشتن. تو همین شهری که الان هستیم یک عالم جاسوس جمهوری اسلامی هست، یک عالمه. و ولی من مطمئنم که نور همیشه رو تاریکی میبره. نور همیشه از تاریکی میبره. سال نو ما روزی شروع میشه که این رژیم قاتل از بین بره و ما بتونیم کنار هم، با کمک هم، بتونیم یک کشور آزاد، زیبا، برابر بتونیم بسازیم که کسایی به خاطر عقیده هاشون شکنجه نشن، کسایی که تو خیابون میرن فقط از حق و حقوقشون میخوان حرف بزنن. و این روز میاد. من تو این مسابقه های آخرم چندین دفعه تکرار کردم، بزرگترین دشمن ما جمهوری اسلامی نیست، بزرگترین دشمن ما جمهوری اسلامی نیست، بزرگترین دشمن ما ناامیدیه که جمهوری اسلامی سعی میکنه بین ما پخش بکنه. و یه خواهشی دارم
به هیچ عنوان نذارید این ناامیدی که اینا سیستماتیک با کمک آرمی سایبری که دارن بذارید بین ما رشد بگیره. ازتون واقعا خواهش میکنم. ایستاده ایم تا پایان. واقعا چه شعار زیبایی. ایران رو پس میگیریم. خب عزیزان، الان میدونم یه سری ها سوال میکنن کجا هستیم رو برنامه؟ چرا امروز ما اینجاییم؟ خیلی مهمه که هممون بدونیم چرا ما اینجاییم الان. الان تو ساختمان‌های پشتتون نخست وزیرای اتحادیه اروپا، نخست وزیرا جلسه دارن امروز و فردا. ما این قدمی که می‌خوایم اروپا برداره قدم خیلی سختیه. این قدمیه که واسه شون توی شرایطی که الان ما جنگ داریم تو خاک اروپا، تو اوکراین انرژی کرایس داریم، تورم داریم، ما میخوام یه مشکل خیلی بزرگ رو بذاریم رو زانوشون. و باید این درک باید باشه بینمون که ما این قدمی که میخوایم اینا بردارن خیلی سخته. هزاران میلیارد یورو سالیانه واسه شون خرج داره. واسه همینم که فعلنه رو حرف نماینده های مردم اتحادیه اروپا را گوش نکردن. ما تجمع داشتیم تو استراسبورگ، رئیس پارلمان اروپا اومد رو استیج وایستاد، گفت من تا کنار مردمی. من رفتم تو پارلمان، سشن رو باز کرد، گفت نماینده های مردم اروپا شما باید کنار مردم ایران باشید. سه روز بعدش قطعنامه تصویب شد. همین هفته پیش یه قطعنامه جدید تصویب شد که درخواست داشتن از وزیرا، از نخست وزیرای اتحادیه اروپا که این قطعنامه ها رو به اجرا برسونن. ولی ما میدونیم که این قدم خیلی سخته. ما میدونیم که باید ادامه بدیم. شما اینجا به خاطر من نیومدید، به خاطر سخنگوهای دیگه نیومدید. شما اینجا اومدید به خاطر آزادی مردم ایران، به خاطر آزادی مردم ایران. شخص علیرضا تو این اصلا مهم نیست. ما این جنبشی که داریم کنار هم داریم میریم. تک تکتون تو این جنبش مهمین. بدون صدای شما، بدون کمک شما، بدون سکرفایسی که شما دارید انجام میدید ما موفق نمیشیم. ولی اگه هممون نذاریم خستگی، ناامیدی و مشکلات روزانه‌ای که تو زندگی همه هست نذاریم رومون تأثیر بذاره، ادامه بدیم. من اینو بهتون قول میدم، دیر و زود داره ولی سوخت و زوز نداره. من مطمئنم سپاه پاسداران رو به عنوان تروریست اروپا اعلام خواهد کرد. مطمئنم، این قول رو من بهتون میدم. الان بعد این تجمع دوباره میریم مذاکراتی که تو اتاقای اون ساختمانای اون پشت داره انجام میشه، با وزیرا، با سفیرا، با نماینده های پارلمان های مختلف. مذاکرات خیلی زیاده. چندین کشور به من شخصا گفتن، تو پابلیک گفتن که میخوان سپاه پاسداران تو لیست تروریست اروپا بره.
چندین کشور اینو به من قول دادن، ولی چند تا کشور هستن که هنوز دارن اذیت میکنن. چند تا کشور هستن، اینطوری بهتون بگم، ما مشکل خاصی شمال اروپا نداریم، مشکل خاص جنوب اروپا داریم، تا این حد میتونم بگم. بنابراین ما باید ادامه بدیم زحمتایی که داریم میکشیم و ادامه بدیم، فشارهایی که نیازه، جاهایی که نیازه. کالندر امروز اصلا روز خوبی نیست واسه تجمع، یه پنجشنبه، یه ماه بعد تجمع قبلی که داشتیم، ولی کالندر رو من انتخاب نمی کنم. اینا چندین ماه پیش دیت رو ست کرده بودن که امروز اینجا جلسه داشته باشن، یه روز کاری، یه روز پنجشنبه. ولی این همه آدم، خیلی کمتر از دفعه پیش هستیم، خیلی کمتر از دفعه پیش هستیم، ولی این همه آدم بازم زحمت کشیدن اومدن، و مطمئن باشید که اونا صدای ما رو میشنون، صدای ما رو میشنون، و مطمئن باشید که ما به مقصدمون میرسیم. واقعا دوستتون دارم، از صمیم قلب میگم، واقعا تشکر میکنم. مرسی که خسته نمیشید، مرسی که ناامید نمیشید. دستتون درد نکنه، دستتون واقعا درد نکنه. یه شعار: زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، ژن جیان آزادی، ژن جیان آزادی. دوستتون دارم و ما قول بهتون میدم به مقصدمون میرسیم. این قول رو من بهتون میدم.